سلام بچه ها، امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. توی این ویدیو من میخوام به شما آموزش بدم که شما چطور تو کشور سوئد بتونید کار پیدا کنید. این ویدیو شامل دو قسمته. قسمت اول معرفی سایت هایی است که بیشتر به درد دوستانی میخوره که تو کشور سوئد زندگی میکنن، و قسمت دوم معرفی سایت هایی است که هم واسه عزیزان داخل سوئد است و هم به درد دوستانی میخوره که خارج از کشور سوئد زندگی میکنن، حالا کشور ایران، کشور افغانستان و یا هر جای دیگه دنیا که میخوان تو کشور سوئد کار کنن. از طریق این سایت ها میتونن دنبال کار بگردن و اگر از کاری خوششون اومد که توی اون کار تخصص داشتن، میتونن رزومه خودشون رو واسه اون شرکت ها بفرستن و اگر اون شرکت ها رزومشون خوششون اومد با اونا تماس میگیرن و اینکه شاید این شانس رو پیدا کردن که استخدام بشن و تشریف بیارن به کشور سوئد. اما بچه ها، قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید، من دو تا ویدیوی دیگه گذاشتم، یکی در خصوص مصاحبه کاری و یکی در خصوص سوالاتی که تو طول مصاحبه کاری از شما سوال میشه. اگر اون دو تا ویدیو رو ندیدید، لینکش میاد این بالا، برید اون دو تا ویدیو رو اول ببینید، بعد تشریف بیارید این ویدیو رو ببینید. و اگر هم مهمان تازه کانال من هستید و هنوز کانال من سابسکرایب نکردید، منو خیلی خوشحال میکنید. همین الان دکمه سابسکرایب قرمز رنگ رو بزنید، اون دکمه زنگوله کوچولو رو هم که بزنید، به محض اینکه من یه ویدیو جدید منتشر کنم شما خبردار میشید، تشریف میارید و ویدیو جدید رو هم میبینید. اگر هم از این ویدیو خوش نمید، منو یه لایک خوشگل مهمون کنید و ویدیو رو هم واسه دوستان خودتون به اشتراک بذارید. پس بریم با ادامه ویدیو. اولین سایتی که بچه‌ها من می‌خوام به شما معرفی کنم، سایت خود اداره کار کشور سوئد است که اینجا اگه شما وقتی وارد سایت میشید، اینجا زده سوک یوب ای پلاتس بانکن، یعنی شما همیشه باید بیاین تو این قسمت و دنبال کار بگردید. شما زمانی که روی پلاتس بانکن کلیک کنید، اینجا میگه که منطقه شغل و اینکه شما دنبال کار چه کاری هستید و توی چه منطقه‌ای، که ما الان منطقه رو انتخاب میکنیم، مثلا میزنم یبلبوری، همین استانی که من درش زندگی میکنم، و اینجا شهرها رو واسه من میاره. حالا مثلا اگه من بزنم دالارنا، اینجا شهرهایی که تو استان دالارنا هست و واسه من میاره. حالا اگه به عنوان من بزنم اوپسالا لند، اینجا شهرهایی که تو استان اوپسالا هست و واسه من میاره. استوکهلم هم به همین صورت. من میام همین شهری که خودم درش زندگی میکنم، میزنم یبلبوری و میزنم شهر یبله. توی قسمت بعدی، توی قسمت ایرکه، بچه ها شما باید شغل خودتون انتخاب کنید، یعنی شما دنبال چه شغلی میگردید. از این بالا شما شروع میکنید به پایین و اینجا میگه که اکونومی باشه، حقوقی باشه. حالا مثلا اکونومی حقوقی رو بزنیم، مثلا میگه آدوکات، مثلا حالا وکیل باشه، نمیدونم دوماره باشه، قاضی باشه، مکلاره باشه. حالا مکلاره مثلا به این واسطه هایی که تو بحث خرید و فروش و اینجور چیزا کار میکنن، و همینجوری اوکلاگاره یعنی دادستان. حالا هر شغلی رو که شما اینجا دنبالش بودید، اینجا چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. یا قسمت بیگ، قسمت بیگ میشه بحث ساخت و ساز، ساخت و ساز ساختمانی. رورموکاره کسی میشه، مثلا میشه لوله‌کش، اسنیکاره میشه نجار. حالا شغلایی رو که شما درش مثلا تخصص دارید، میان اینجا دنبالش میگردید و پیدا میکنید و همینجور ادامه میدید. مثل توی قسمت آیتی، حالا کسی مثلا برنامه نویس هستید، شبکه خوندید، یا میان تو قسمت هلس و خوکورد، حالا آپتیکاره هستید که تو داروخونه کار میکنید، پزشک هستید، چشم پزشک هستید، نمیدونم روانشناس هستید، خوتشگاه هستید یعنی پرستار هستید، از تنلکر هستید، دندان پزشک هستید. هر کدوم رو که شما بچه ها دنبالش بودید، اینجا انتخاب میکنید و اون رو میزنید. اگر شما بیاین قسمت پایین تر، میبینید که باز اینجا کتگوری های مختلف زیادی هست که هر کدوم از این کتگوری ها رو شما بزنید، شغل های مربوطه رو چکار میکنه به شما نشون میده. حالا به عنوان مثال من میام پایین و اینجا مثلا میزنم پداگوگ اربته. پداگوگ یعنی میشه مربی، و اینجا شغلایی رو نشون میده که بیشتر شما نقش معلم و مربی و اینا رو دارید، که مثلا اینجا زده یمناسی لرره، یعنی معلم دبیرستان. که اگر من رو این بزنم و اینجا بیام بزنم که سوک، اینجا به من نشون میده که شغلایی رو که مربوط به دبیرستان است، مثلا میگه که یمناسی لرره سامهلس کونسکاپ، بعد اینجا مثلا معلم ریاضی میخوان، بعد اینجا معلم اسمنسکا انگلسکا میخوان. و اینجا شما هر کدوم از این شغلا رو که مناسب شال معلم انگلیسی هستید، معلم ریاضی هستید،
معلم نمیدونم ساملز کونسکاپ هستید، معلم فیزیک هستید، ماتماتیک هستید. فیزیک همون فیزیک خودمون میشه، ماتماتیک هم میشه ریاضی. به عنوان مثال شما تو بحث ریاضی خب خیلی دانش دارید، اینجا میزنید، این صفحه واسه شما باز میشه، میگه که این شغل تو کمون یوله است، یعنی شهرداری یوله است و نوع شغلش هم هلتیده، یعنی شما 100% کار میکنید، هفته 40 ساعت. تیلس ویدار است، یعنی استخدام دائم هست. اربت ویفتر است، یعنی اینکه شما چه کاری باید انجام بدید، که اینجا راجع به حقوق شما نوشته که میگه شما فست مانات دارید، یعنی حقوقتون آخر هر ماه میاد میشینه به حسابتون. و خلاصه اومده کانتکت اسم کسانی رو که نوشته که اون شغل رو چکار میکنن، دادن بیرون و اون افراد استخدام میکنن، که این کارولینا رو البته از دوستان من است و من این خانم رو میشناسم. شما میان اینجا قسمت آنسوکاهر اینو میزنید و وارد این صفحه میشیم، که البته بچه ها اگه شما این قسمت رو بالا رو زدی ببینید اینجا زده لوگین، یعنی اینکه شما باید واسه خودتون یه اکانتی چیزی تو این سایت اداره کار درست کنید، و زمانی که شما اکانت خودتون رو درست کنید که شما بخواید دنبال کار بگردید، شما با یوزرنیم پس خودتون وارد میشید و اینجا شما اون شغل رو حالا هر چی که خواسته باشه رو پر میکنید و واسه شون میفرستید بره، و سوابق تمام شغلایی رو که شما اپلای میکنید یا درخواست میکنید یا آنسوکا میکنید این قسمت همشون میمونه، و شما بعدن که بخواید دوباره یه شغل دیگه توی اداره کار درخواست کنید یا اپلای کنید دیگه نمیخواد که اطلاعاتون از اول وارد کنید. چرا؟ به محض اینکه شما با یوزرنیم پس خودتون وارد بشید، تمام اطلاعات شما میاد واسه اون شغل جدیده و شما همه رو میخونید، اگر اوکی بود دوباره چیکار میکنید؟ خیکا میکنید یا سند میکنید واسه شون میفرستید بره. پس به این صورت شما بچه ها میتونید تو سایت اداره کار دنبال کار بگردید. حالا یه بار دیگه من توضیح میدم، شما میایید تو قسمت اورد که میشه منطقه، بعد ایر که میشه شغل، انتخاب میکنید که هر کدوم کاتگوری ها رو نگاه میکنید، هر کدوم از این زیر مجموعه مناسب شما بود انتخاب میکنید و اینجا میزنید سوک، یعنی جستجو، و واسه شما میاره. و زمانی که شما یه شغل رو انتخاب کنید شما وارد همچین صفحه میشید. از قبل شما باید واسه خودتون یه اکانت درست کنید که بتونید وارد این قسمت بشید و اون شغل رو درخواست بکنید. سایت بعدی که بچه‌ها میخوام بهتون معرفی کنم، سایت هایی است که مربوط به اون شهرداری است که شما در اون شهرداری زندگی میکنید. حالا شهرداری یوله، شهرداری اوپسالا است، یونگ شوپین است، مالمو است، یوتوبوری است، حالا هر جایی که سوئد که شما زندگی میکنید، شما زیر نظر یه شهرداری به هر حال کمون پلاسرا شدید، یعنی زیر نظر یه شهرداری شما دارید زندگی میکنید. و شما چیکار میکنید؟ شما میایید توی گوگل و اینجا میزنید لیدی گایوب. مثلا من تو شهرداری یوله دارم زندگی میکنم، میزنم یوله کمون، خودش واسه من میاره و اینجا من میزنم. و معمولا اولین سایت رو که واسه شما میاره سایت همون شهرداری است که شما در اونجا زندگی میکنید، که زده لیدی گایوب هوس یوله کمون، که من اینو میزنم. اینجا را اگه ببینید زده یوله کمون، یعنی چی؟ شهرداری یوله، که این سایت مال شهرداری است و شغل هایی رو که توی اون شهرداری آزاد هستن و خالی هستن و دنبال این هستن کسی رو استخدام کنن، شما اینجا چیکار میکنید؟ پیدا میکنید. که اگر من بیام پایین تر اینجا میبینید این شغلایی هست که آزاد است. میگه که ما الان دنبال یه دونه چی هستیم؟ کسی هستیم که توی بحث اقتصادی و حقوقی وارد باشه. میام پایین تر و کاتگوری های زیادی هست با شغلای زیادی که همشون هم آزاد هستن، و شما اینجا پیدا میکنید ببینید که مثلا دنبال چه شغلی هستید. دنبال این هستید اوندر خوتشگاه هستید، خوتشگاه هستید، نمیدونم مهندس مکانیک هستید، کمیونیکاتور هستید، روانشناس هستید، حالا هر چی. مثلا اینجا زده خوتشگاه کسی که مثلا پرستار است، که شما بیاین اینجا و اینجا توضیح داده که ما دنبال چه نوع پرستاری میگردیم، و شما این شرایط رو میخونید. اگر این شرایط واسه شما مناسب بود و شما دوست داشتید، میاد اینجا میگه که سوک یو بت هر، میگه که اینجا شما میتونید کار رو اپلای کنید و اینجا کار رو درخواست کنید. که اینجا میگه که آنتال پلاتسر، میگه که ما یه نفر بیشتر نمیخوایم، نوع قراردادمون هم تیلسوی داره است، یعنی قرارداد دائمه و میتونه هم کار شما هلتید باشه و هم چی دلتید باشه. و اینجا هم که اون افرادی رو که مسئول این کار هستن و حالا رئیس هستن و یا هر چیزی که اونجا این شغل رو درخواست دادن، اینجا اسمشون نوشه. که شما اگه بزنید سوک یو بتر، شما دوباره میبینید دقیقا وارد همون صفحه میشید که مال اداره کار هست. اگر اینجا شما
از قبل اون اکانتی رو که گفته بودم واسه خودتون ساخته باشید، اینجا به محض اینکه شما آدرس میلتون رو بزنید و پسوردتون رو بزنید و لوگاین کنید، شما دقیقا میرید وارد کجا؟ وارد اون حساب کاربری خودتون میشید و تمام اون اطلاعات رو که شما قبلا واسه اداره کار اونجا که نشون دادم اونجا فرستادید، دوباره همون اطلاعات کامل شما میتونید همه رو کپی پیست کنید بیارید واسه این شغل جدید، که دیگه نیاز نباشه شما بشینید مثلا 2 ساعت یه ساعت زمان بذارید و همه رو بنویسید. پس اینجوری از طریق اون شهرداری هم که شما در زندگی میکنید میتونید دنبال کار بگردید. مورد سوم بچه‌ها میشه ledigayob.se که شما اینجا دوباره بچه‌ها میایین میزنید که شما دنبال چه شغلی میگردید. به عنوان مثال من میزنم under خوتشکا که اینجا واسه من میاره و اینجا مثلا میزنم استان اوپسالا، هم اوکی. اون در خوتشکا میشه بچه همون بهیار خودمون، کسی که یه پله پایین تر از پرستار است، که اینجا تمام اون شغلایی رو که مربوط به اون در خوتشکا هست واسه شما چکار میکنه؟ اینجا میاره و شما اینجا میخونید. این مربعی که اینجا هست، این اسم اون شرکتیه که شما رو استخدام میکنه. حالا این شرکت های مثلا این دوتا شرکت، یکی مثلا یه شرکت دیگه است، حالا اینجا مثلا یه شرکت دیگه است و حالا شرکت های مختلف اینجا هستن که شما میتونید در طریق اونا چکار کنید؟ استخدام میشید. به عنوان مثال اینجا شرکت آتندو اسوری است که میگه دنبال یه دونه پرستار میگرده که واسه شون کار کنه، که اینجا اگه من بزنم اینجا مشخصات این شغل واسه من میاره، میگه که ما یه نفر لازم داریم، این شغل 8/4/2021 منتشر شده و آخرین تاریخی که شما میتونید این شغل رو اپلای کنید و درخواست کنید 31/5/2021 هست و توی شهر اوپسالا، که اینجا توضیح داده که شما باید چه کارهایی انجام بدید، وظایف شما چی هست و اینکه شما باید چه چیزایی داشته باشید. مثلا اینجا اگه ببینید زده شورکورت به، یعنی اینکه شما باید شورکورت یا گواهینامه ماشینای مثلا سواری رو داشته باشید. بعد زده گودا کونسکاپری اسمنسکاس بروکت تال اوک اسکریفت، یعنی اینکه شما بتونید قشنگ سوئدی صحبت کنید و بنویسید. حالا به هر حال اینجا میاد اون چیزایی که به هوریکت هست، اون چیزایی رو که نیاز داره که شما بتونید این شغل رو بگیرید، اینجا واسه شما تو تمام اون شغلایی رو که شما میبینید میزنه، که اینجا هم واسه این شغله زده. اینجا میگه که کار شما هلتید است، یعنی که 100% کار میکنید. اینجا رو توجه کنید بچه ها، اینجا میگه که تره مانا داره، یعنی که شما به عنوان سمار ویکاری کار میکنید، سماریوب کار میکنید. حالا ممکنه که اینجا یه اوندر خوتشکایی بوده باشه که اون تاریخ و مرخصی گرفته باشه و شما میرید 3 ماه جایگزین اون شخص کار میکنید و حالا به هر حال بهش میگن سمار ویکاری. اگر واسهتون اوکی بود و همه چیز ردیف بود، اینجا میزنید آنسوک، یعنی اپلای میکنید و شما اینجا میزنه که خیک آنسوکان و اینجا شما میاین مشخصات خودتون رو وارد میکنید و اینجا اون شغل رو درخواست میدید. سایت شماره سوم بچه‌ها سایت بلوکت هست. بلوکت همونجا که شاید شما از اسمش هم شنیده باشید، شما میتونید هر چیزی رو داخلش خرید و فروش کنید و به جز اینا شما میتونید خونه اجاره کنید، شما میتونید داخلش کار پیدا کنید و به موضوعات بسیار زیادی چکار میکنه میپردازه. اینجا دوباره شما باید لوگاین کنید، یه اکانت واسه خودتون درست کنید. اینجا مثال میزنید لرره، مثلا میزنید معلم، حالا اینجا مثلا میزنید یوتوبری و عنوان مثال، و اینجا میزنید سوک. اینجا ببینید بچه ها تمام شغلایی رو که مربوط به معلمی باشه تو شهر یوتوبوری واسه شما چکار میکنه؟ میاره، که شما نگاه میکنید ببینید کدومی که از این شغلا مناسب شما هست، حالا دانشش رو دارید، نمیدونم مدرکش رو دارید، اگر همه چیز اوکی بود اون شغل رو چکار میکنید؟ درخواست میکنید. که اینجا زده لرویکاریه، یعنی که شما به عنوان جانشین یه معلم کار میکنید تا اون برگرده به سر کارش. میریم همین اولیه رو کلیک میکنیم که اینجا شما میان شرایط رو میخونید، اگر واسه تون اوکی بود و دوست داشتید چکار میکنید؟ اینجا آنسوکا میکنید و این شغل رو درخواست میکنید. پس سایت شماره 4 ما میشه چیز بچه ها؟ سایت بلوکت. خب بچه تا اینجا من 4 سایت به شما معرفی کردم که این 4 سایت بیشتر به درد دوستانی میخوره که تو کشور سوئد زندگی میکنن. اما از اینجا به بعد من 4-5 سایت دیگه به شما معرفی میکنم که این سایت ها
هم به درد عزیزانی میخوره که بیرون از سوئد زندگی میکنن و دنبال کار هستن که توی سوئد کار پیدا کنن و بیان اینجا، و هم به درد عزیزانی میخوره که تو خود کشور سوئد زندگی میکنن. یعنی شما به جز اون 4 تا سایت میتونید تو این سایت هم چیکار کنید؟ دنبال کار بگردید و شانس خودتون امتحان کنید. بریم این 6 تا سایت جدید رو هم من به شما معرفی کنم و امیدوارم که از این طریق شما بتونید شغل مورد نظر خودتون رو پیدا کنید. بریم که من به شما نشون بدم. سایت بعدی بچه ها سایت ایندت هست که یکی از معروف ترین سایت هایی هست که در اروپا وجود داره. تا اونجایی که من میدونم تو کشورهایی مثل کشور آلمان، کشور اتریش این سایت چی فعال است و اونجا دوستان میتونن دنبال کار بگردن. شما قبل از این که برید تو این سایت دنبال کار بگردید، بهتره که دوباره بیان اینجا خودتون رو یه اکانت شخصی واسه خودتون درست کنید. اینجا زده واد، یعنی که چی؟ یعنی شما دنبال چه نوع شغلی میگردید؟ یعنی مثلا لکره یعنی پزشک، و اینجا زده اسفری یعنی خود کشور سوئد. این قسمت پایین میبینید بچه ها، یوب اسپروک میشه همون زبانی که شما واسه کارتون است، که اینجا اون ساب کارش خودتون انتخاب میکنید. اینجا زده رگیون اسکونه. رگیون یه چیزی هست مثل اون بهداشت منطقه‌ای که فکر میکنم خودمونم توی ایران داریم، مثلا حالا هر منطقه بهداشت خودشو داره. که اینجا اگه شما بیان پایین، اینجا زده کارولینسکا که هم دانشگاه است و هم بیمارستان است که ما اینو میزنیم، و اینجا زده که منطقه سولنا، و اینجا کنترکت تیپس هم ما میزنیم که مثلا چی فست یا مثلا هلتید میزنیم ما فست. اینجا ببینید بچه ها تمام شغلایی رو که مربوط به شغل پزشکی است اینجا واسه شما میاره. حالا هر کدوم از این شغلا که ما به قول گفتنی درش تجربه دارید و تخصص دارید میتونید اینجا چکار کنید؟ انتخاب کنید. ما میایم همین اولی رو انتخاب میکنیم که اینجا شما میایید میخونید، درباره شغل نوشته، میگه که چرا ما شما رو دعوت میکنیم و اینکه راجع به اون گروه کاریشون نوشته، دنبال چه شخصی میگردن و شما باید چه تجربیاتی داشته باشید و همه اینا رو اینجا چیکار کرده نوشته که اگر واسهتون اوکی بود و شما اون دانش رو داشتید و اون مدرک رو داشتید اینجا چیکار میکنید؟ اپلای میکنید، آنسوکا رو میزنید و شما میرید وارد مرحله بعد میشید و میان این قسمت. اینجا زده سوک شنستن، یعنی کارو اینجا شما چکار میکنید؟ درخواست میکنید، سوک شنستو که بزنید که اینجا شما میان این فرمو پر میکنید و آخر سر واسه شون چکار میکنید؟ خیکان سوکا میکنید، واسه شون میفرستید، اونا میان سیوه شما رو میخونن، رزومه شما رو میخونن، اگر اوکی بود و همه چیز حل بود اون موقع شما میتونید اون شغل چکار کنید؟ به دست بیارید. و شاید شانستون انتخاب میکنید، شاید شما تو ایران زندگی میکنید و واقعا تخصص دارید و اینقدر رزومه خوبی دارید که وقت اینا رزومه شما رو میخونن مشتاق میشن که به قول گفتنی با شما کار کنن و شما تشریف میارید اینجا و باشون کار میکنن. حالا مثلا این یه شغل بود. حالا اگه ما مثلا تو همین ایندد سایبر سیکیوریتی بزنیم، کسی که مثلا امنیت شبکه میخونه، بزنیم سایبر سیکیوریتی، اینجا شرکت های بزرگی هستن که دنبال سایبر سیکیوریتی میگردن و اگر شما دانش خوبی تو سایبر سیکیوریتی داشته باشید اینجا میان دوباره مثل همون قبلی که بهتونشون دادم اینجا درخواست میکنید و اونا رزومه شما رو میخونن. اگه یه رزومه خوبی داشته باشید و کارایی کرده باشید، مثلا حالا واسه خودتون سایت داشته باشید، کانال یوتیوب داشته باشید که درش آموزش بدید، کانال اینستاگرام قوی داشته باشید که فالوور زیادی داشته باشه و اونجا مطالبی شیر کنید که خیلی خیلی مثلا جالب توجه باشه، یا اینکه پروژه‌ای داشته باشید قبلا که اون پروژه رو به اتمام رسونده باشید، همه اونا به عنوان یه رزومه واسه شما حساب میشه، به عنوان پوانگای مثبت واسه شما حساب میشه که زمانی که شما میخواین این کارا رو درخواست کنید میان رو همه اونا چیکار میکنن؟ ساتسا میکنن، رو همه اونا سرمایه گذاری میکنن. این میتونه به شما کمک کنه که شما اون شغل رو به دست بیارید. خب سایت بعدی که بچه من بهتون معرفی میکنم سایت استپ استون هست که این سایت هم مثل سایت ایندد، بازم این سایت تو کشورهای اروپایی خیلی معروف است که اینجا با دوباره شما باید لوگاین کنید و واسه خودتون چیکار کنید؟ بیاین یه اکانت بسازید که میان اینجا شما نوع شغلی رو که دوست دارید مثلا انتخاب میکنید. بازم من دوباره میزنم سایبر سیکیوریتی، پلاسش رو میزنم کجا؟ میزنم استکهلم. میگه که الان واسه سایبر سیکیوریتی توی استکهلم 35 تا شغل خالی وجود داره که این سایت اینا رو چیکار کرده؟ آگهی استخدامشون رو زده. یعنی 35 تا جای خالی واسه سایبر سیکیوریتی توی استکهلم هست
که توی این سایت چی شده، آگهی استخدامشون اومده، که این بالایی رو شما می‌بینید بچه‌ها، این بالایی میشه ساب کار شما. قسمت سمت چپ اگه شما ببینید، اینا ساب کارهای شماست که مثلا مثل اسکانیا اینجا اومده، نمیدونم سپ هست، که اینا شرکت‌های خیلی معروفی هستن که هر کدوم از اینا رو شما که بخواید میان مثلا روش چیکار میکنید، کلیک میکنید. مثلا ما میایم روی به عنوان مثال همین اولی، میایم روی اولی کلیک میکنیم و اینجا شما میخونید. خوشبختانه زبانش هم زبان انگلیسی است و خیلی میتونه به شما که بیرون از سوئدستید کمک کنه که متوجه بشید چی نوشته. که اگر اوکی بود و دوست داشتید، میان اینجا میگه که کارتون هلتیده، یعنی 100%، ما یه نفر لازم داریم، توی شهر استکهلم هم هست. که اگر واسهتون اوکی بود، اینجا شما آنسوکار میزنید و فوشه تیل آنسوکان، یعنی که ادامه میدید واسه اپلای کردن و درخواست این کار. که حالا مثلا ما میایم یه شغل دیگه میزنیم، مثلا میزنیم با عنوان مثال آپوتیکاره دوباره استکهلم، که میبینید میگه که واسه کسی که تو داروخونه کار میکنه، ما 4 تا شغل خالی داریم که توی استکهلم هست، که اینجا هست، که شما میتونید اینا رو چکار کنید، درخواست کنید. این آپوتیکاره بیشتر به درد دوستانی میخوره که توی کشور سوئد زندگی میکنن، به خاطر اینکه خب کسی که تو داروخونه و اینجا میخواد کار کنه، زبانی رو که باید بلد باشه خب زبان سوئدی باید باشه. اما خب کسی که سایبر سیکیوریتی هست یا نمیدونم کسی که آیتی خونده، برنامه نویسه هست، دیگه زبان سوئدی زیاد به دردش نمیخوره، با همان زبان انگلیسی میتونه استخدام بشه و کاراشو انجام بده. سایت بعدی بچه‌ها سایت مونستر است، که این سایت هم بازم مثل سایت استبستون و سایت ایندت سایت خیلی خفنی است، که باز دوباره شما به عنوان مثال، من همون سایبر سیکیوریتی رو میزنم، اینجا مثلا میزنم استکهلم و سوک میزنم، که اینجا دوباره میبینید بچه‌ها تمام شغلایی رو که مربوط به سایبر سیکیوریتی هست واسه من میاره و میگه که ما الان 50 تا شغل خالی داریم توی استکهلم که مربوط به سایبر سیکیوریتی هست و شما میتونید این شغلا رو چکار کنید، اینجا درخواست کنید. که شما میتونید بیان راجع به سابکاراتون بخونید توی گوگل، مایکروسافت چیه مثلا برید راجع بهش بخونید، آکادمی مثلا ورک چیه مثلا برید راجع بهش بخونید، ایکا مثلا چیه برید راجع بهش بخونید. هر کدوم از این شغلا رو که دوست داشتید چکار کنید، اینجا اون شغلا رو درخواست کنید. به عنوان مثال من همین اولی رو میزنم، میام اینجا اینا رو میخونم. خوشبختانه اینم به زبان انگلیسی است و اگر واسهتون اوکی بود و دوست داشتید و اینکه مناسب شما بود و حالا دانششو دارید، تجربهشو دارید، میان این قسمت پایین چیکار میکنید، اپلای میکنید و این کارو درخواست میکنید. که حالا ما میایم مثلا یه شغل دیگه مثلا دنبالش بگردیم، مثلا اوندر خوتشکا، که میزنم استکهلم و سوک، که میبینید بچه ها اینجا اومد شغلایی رو که مربوط به اوندر خوتشکا هست واسه من آورد، که میگه ما الان 57 تا شغل خالی داریم توی این سایت، البته که مربوط به اوندر خوتشکا هست، یعنی همون بهیار، که شما میتونید اونا رو بیاین اینجا چکار کنید، پیدا کنید و درخواست بدید و شغل خودتون رو پیدا کنید. خب سایت بعدی بچه این است که یوبراپیدو، که دوباره شما اینجا میان به عنوان مثال شغل خودتون رو میزنید و اینجا مثلا میزنید استکهلم و اینجا تمام شغلایی رو که مربوط به سایبر سیکیوریتی هست واسه اینجا واسه شما میاره. که حالا هر کدوم که از اینا اوکی بود، شما اینجا چکار میکنید؟ درخواست میکنید، میخونید، سیوتون رو واسه شون میفرستید. حالا مثلا ما میزنیم یه شغل دیگه به عنوان مثال لرره معلم، شغلایی رو که مربوط به معلم هست واسه ما چکار میکنه؟ اینجا میاره و اینجا ما میتونیم اونا رو پیدا کنیم و درخواست کنیم. سایت بعدی بچه‌ها سایت کاریر است، که دوباره شما شغل مورد نظر خودتون، حالا اگه مهندسی هست، نمیدونم هر چی که هست، اینجا مینویسید و اینجا دوباره شهر خودتون رو میزنید و دنبالش میگردید. که اینجا مثلا من میزنم سیکیوریتی امنیتی و اینجا میزنم استکهلم و اینجا شغلایی رو که مربوط به سیکیوریتی هست، مربوط به امنیت هست واسه من میاره. امنیت شبکه است، نمیدونم از این بچهای سیکیوریتی هست که تو خیابون راه میره، حالا هر چیزی که شما فکرشو بکنید اینجا واسه شما میاره و شما میتونید اون شغلا رو اینجا چکار کنید، درخواست کنید و واسه شون رزومه خودتون رو بفرستید. اما بچه‌ها یکی از سایت‌ها یا یکی از اپلیکیشن‌هایی که من خودم خیلی خیلی بهش باور دارم و خیلی از کسانی که توی سوئد زندگی میکنن و خیلی از کسانی که بیرون از کشور سوئد زندگی میکنن و از طریق این اپلیکیشن و از طریق این نرم افزار، حالا هر چی اسمشو بذاریم، تونستن تو کشور سوئد کار پیدا کنن و بیان به کشور سوئد،
اپلیکیشن لینکدین هست که من با هر دوستی که تو کشور ایران یا کشور سوئد صحبت میکنم و از من میپرسه که ما چجور دنبال کار بگردیم، من اول از همه این اپلیکیشن لینکدین رو پیشنهاد میکنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما تو این اپلیکیشن لینکدین شما میتونید واسه خودتون یک مثل کانال اینستاگرام، شما واسه خودتون میان یک اکانت درست میکنید، اونجا میان تجربیات خودتون رو مینویسید، اونجا میان شما سوابق کاری خودتون رو مینویسید و اونجا میان شما راجع به روزمرگی های خودتون که چه کاری میکنید، حالا نمیدونم چه پروژه‌ای انجام میدید، حالا هر چیزی که مربوط به کار هست میان اونجا شما مینویسید. هر کسی توی حیطه کاری خودش یا تو اون رشته‌ای که درس خونده و تجربه داره بعد بره دوستانی رو پیدا کنه که تو اون رشته کاری تخصص دارن و دارن فعالیت میکنن، حالا با توجه پزشک پزشک، نمیدونم معلم معلم، مهندس مکانیک دوستان مکانیک، حالا هر نوعی. و اینجوری شما شانس اینو دارید که افراد زیادی میان شما رو میشناسن، افراد زیادی میان اون پروفایل شما رو چکار میکنن، میخونن، چک میکنن و ببینن که مثلا شما کی هستی. و شما جالب اینجا هست که زمانی که میری تو لینکدین پروفایل کسی رو که میبینید، پیام واسه اون شخص میره که مثلا فلانی اومده پروفایل شما رو دیده و اون شخص شاید کنجکاو بشه و بیاد پروفایل شما رو ببینه، در ضمن اینکه ممکنه اون شخص مثلا رئیس یه جایی باشه و دنبال یه کارمند خوب باشه و برعکس شما همون کارمندی باشید که اون آدم دنبالشه. بنابراین مثال یکی از دوستان من خیلی خاطره خوبی میگفت، میگفت که من رفتم پروفایل یکی رو دیدم و بعد از چند روزی همون شخص اومد با من تماس گرفت، گفت که شما مثلا کار دینه؟ گفتم کاره. گفت ما دنبال کسی میگردیم، میخوای با ما کار کنی؟ گفتم کاره، چرا نه. و اینجوری شد که مثلا استخدام اون شرکت شد. حالا فرق نمیکنه که شما ایران باشید یا کشور سوئد باشید، ولی بهتره که شما زبان لینکدینتون زبان انگلیسی باشه که هر کسی تو هر کشوری که اومد پروفایل شما رو دید بتونه بخونه و ببینه که شما کی هستید و چیکاره هستید. پس هیچ موقع واسه پروفایل لینکدینتون از زبان فارسی استفاده نکنید. حالا اگه تجربیات کاریتون رو می‌نویسید یا با هر اطلاعات دیگه‌ای که می‌خوان رو پروفایلتون بنویسید، همه رو به زبان انگلیسی بنویسید. شما اگه جز دوستانی هستید که ایران هستید یا تو خود سوئد، بیاین دوستانی رو پیدا کنید توی کشور سوئد که مرتبط با کار شما و برید اونا پروفایلاشون رو ببینید و اونا رو جز دوستان خودتون قرار بدید و اونا جز کانتکت های شما باشن و اینجوری شما شانس اینو بیشتر پیدا میکنید که بیشتر دیده بشید و این که شاید اون دوستان علاقمند بشن و بیان خودشون به شما درخواست اینو بدن که شما باهاشون همکاری کنید و شما رو استخدام کنن. که بریم اپلیکیشن لینکدین هم و یا اینکه سایت لینکدین هم من به شما نشون بدم. که اینجا بچه ها شما میبینید که اینجا زده لینکدین، که البته شما باید اینجا دوباره یه اکانتی واسه خودتون درست کنید، سایبر سیکیوریتی مثلا سوئد، که میبینید تمام شغلهایی رو که مربوط به امنیت شبکه هست، مربوط به سایبر سیکیوریتی هست، همه رو اینجا واسه شما میاره، همه رو. که اولیش مثلا میگه که شما صاحب کارتون این هست، مال آمازون هست، آمازون سوئد هست. اینجا میاد مشخصات و راجع به این شغل چیکار میکنه به شما میده. و اینجا دوباره مثلا سایبر سیکیوریتی هست که مثلا مربوط به این شرکته هست که حالا نمیدونم شرکت چی هست. و اینجا دوباره شما اگر دوست داشته باشید و اوکی باشه، میان تو این قسمت آنسوک پوفور تاگ، میان اینجا چیکار میکنید، شغل خودتون رو درخواست میکنید. پس بچه ها اگر اون سایت ها حالا اپلیکیشنی ندارن یا اینکه سخته که هر روز واردشون بشید، همه شما امروز یه گوشی موبایلی دارید، یا سامسونگ یا اپل یا شیائومی، حالا هر چیزی، پس بیان اپلیکیشن لینکدین رو رو گوشی های خودتون نصب کنید و ازش استفاده بهینه داشته باشید و خودتون رو و تجربیاتتون رو و دانشتون رو نشون بدید به افرادی که مرتبط با شغل شما هستن. شاید شما شانس اینو پیدا کنید که خود اونا بیان به شما درخواست بدن تا اینکه باهاشون کار کنید و باهاشون قرارداد ببندید. خب بچه‌ها، من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم که ویدیو طولانی بشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما واسه دوستان خودتون بفرستید و یه لایک خوشگل واسه من بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون دکمه زنگوله رو هم بزنید. امیدوارم که این ویدیو تونسته باشه به شما کمک کنه که اگر جزء دوستانی هست که در کشور سوئد زندگی میکنید، اینجا هر چه زودتر کار پیدا کنید، و اگر هم دوستانی هستید که خارج از کشور سوئد، ایران، افغانستان و یا هر کشور دیگه دنبال کار تو کشور سوئد میگردید، زودتر کار خودتون رو پیدا کنید و تشریف بیارید اینجا. پس تا یک ویدیوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.